بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند مهربان سلام و درود عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، دوستان و محترمان فارسی زبان، عزیزان و همراهان محترم و همیشگی برنامه زنده و مستقیم روشن. امیدوارم در هر کجایی که هستید و برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا را نگاه میکنید، انشاءالله همیشه صحتمند، سلامت، جانجور، تیار، خوشوقت و خوشبخت باشید. انشاءالله با امید خداوند یک شنبه دیگر است عزیزان، و ما باز هم در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر خاوری بزرگوار هستیم و از حضور ایشان استفاده میکنیم. سلام علیکم خانم خاوری، بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم به حضور شما و به حضور بینندگان محترم برنامه روشنا، و همینطور آرزوی صحتمندی و سلامتی را دارم برای تک تکشان. تشکر از شما خانم دکتر خاوری. همطور که بینندگان عزیز از ما هم میدانید، بحث ما در روزهای شنبه در هفته های اخیر در مورد مسئله و موضوع بخشش است، و بخشیدن، اعطا کردن زوایای مختلف نمی مسئله را خانم دکتر بزرگوار، خانم دکتر خاوری برای از ما و شما توضیح دادن. اما یک نکته که وجود داره خانم دکتر خاوری، میگن بخشیدن آثار بسیار زیادی داره، هر کاری که ما انجام میدیم ذری از فضل تو افزون شود در ترازوی خدا موزون بود. یعنی اگر که تو هر کار انجام میدی در نزد خداوند که گم نمیشه، معلوم میشه، بالاخره خداوند متعال میدونه که تو چی کردی چی نکردی. قطعا این بخششی که انسان ها انجام میدن، بزرگواری که انجام میدن در زندگی خودشان، هر کس سختی هایی داره، هر کس مشکلاتی داره، اما با وجود همه سختی و مشکلات از مال خودشان، از وقت خودشان، همطور که شما در برنامه گذشته فرمودید که بخشش مصادیق متعدد داره، از دارایی خودشان، آن چیزی که در دستشان است میگذرن و دیگران اعطا میکنن، قطعا خداوند اینها را لحاظ میکنه، آثاری داره برای خود فردی که بخشش میکنه، نه تنها بر افرادی که او عطیه را دریافت میکنن، او بخشش را دریافت میکنن. در این برنامه میخوایم که شما در مورد آثار بخشش برای بینندگان از ما توضیح بدن به صورت کلی، که چه آثاری میتونه برای از ما، برای کسایی که او بخشش را دریافت میکنن، برای جامعه داشته باشه. جالبی است که بدانیم ما هر کاری که انجام میدیم اثر خودش را داره، در دنیا اثر میگذاره بروی خود ما و بروی جامعه و افراد دیگر و بر کل جهان. بخشش کردن هم از این قاعده مستثنا نیست. بخشش کردن همینطور که سفارش شده که ما من حیث یک مسلمان و من حیث یک انسان این بخشش را باید با هدف تقرب به سمت خداوند متعال انجام بدیم، ولی باز وقتی که هدف هم ای تقرب است، ولی باز هم آثار خودش را داره، یک سری فایده هایی داره که ما میتونیم از این فایده ها استفاده بکنیم، چه در برنامه ریزی های فردی خودمان برای خود فرد، و چه در برنامه ریزی های اجتماعی برای افراد و بزرگانی که خب دسترسی به این برنامه ها دارن. به این شکل که این آثار ممکنه که از نظر فردی و اجتماعی یک سری بزهکاری های اجتماعی، حال باز در مورد آثارش بیشتر توضیح میدیم، اینها رو از جامعه کم کنه. خب بنابراین چرا ما سرمایه گذاری نکنیم روی این صفت بسیار خوب که میتونه آثار متعدد و آثار بسیاری رو داشته باشه، که از آثارش میتونیم استفاده کنیم، چه فرد و چه اجتماع. و خب بسیار عالی است که ما یک اجتماعی داشته باشیم که صفت بخشش کردن در بین افراد اجتماع زیاد شه و این رشد پیدا کنه، تا ای که از این آثار برخوردار شویم. ما به تعدادی از این آثار اشاره خواهیم کرد در این جلسه. اولین اثری که بخشش کردن داره وفور و زیادی است، وفور و زیادی برای شخص است. ما میدانیم که وقتی شخصی انفاق میکنه، پاداش انفاق کردن ممکنه به صورت معنوی باشه و مادی. بله. خب معنویش که خب به دست انسان میرسه و خود خداوند متعال خبر داره، ولی از نظر مادی هم این بخشش کردن
برای انسان باعث زیادی و وفور میشه و شاید گاهی اوقات از این به عنوان برکت هم حتی نام میبریم، چون ما در برکت هم زیادی رو در کمیت و هم در کیفیت لحاظ میکنیم. بله. زیادی فقط در کمیت نیست منظور. و در آیات و روایات بسیاری به این اثر انفاق کردن اشاره شده. نمونش در سوره بقره اشاره شده کسی که انفاق میکند مثل کسی است که باغ داره در یک مکان بلند و وقتی بری باغ باران شدید میباره، خب باعث زیادی محصولات باغ میشه و اگر باران کند هم بباره باز هم فایده داره. بنابراین در بارش باران بر ای باغ که در مکان مرتفع هست هر دو حالت فایده داره و مفید فایده است. بنابراین در شخصی که انفاق هم میکنه به همین شکل است، چون این بر انفاق کننده مثال زده شده، برای این شخص هم مفیده، زیاد میشه مالش. این انفاقی که انجام میده باعث زیادی رشد و وفور میشه. بله خانم دکتر، خوشحال برای بینندگان سوال شده که چطور است که ما یک مالی را میدیم و باز او باعث زیادی مال برای از ما میشه و یک مقدار از ذهن دوره، چون ما در واقع داریم مال از خودمون دور میکنیم، ولی شاید بالاخره خداوند مهربان درهایی را در پیش روی انسان میگشایه که مال انسان زیاد شود. من یک بیت یک چند وقت پیش خواندم که میگفت سخاوت نشان گر سنا بایدد که بار درخت سخاوت سناست. یعنی اگر که میخوایی که دیگران تو را مدح بکنن، از تو تعریف بکنن، از خودت سخاوت نشان بده. خب وقتی که دیگران از انسان تعریف میکنن چه وقت است؟ وقتی است که دیگران نگاه مثبتی به انسان دارن. وقتی نگاه مثبت به انسان داشته باشند، شاید اگر موقعیت های مالی پیش بیایه، امید دیگران بخواین که شراکت داشته باشن با ما یا ما را شریک بکنن در موقعیت های مالی که وجود داره. خب یک انسانی که خوشنام است معمولا انسان به راحتی و با دل جامتر با او شراکت انجام میده. شاید امید خودش امید خوشنامی که اثر سخاوت و اثر بخشش باشه یکی از راههایی باشه که خداوند مهربان به پیش روی ما میگذاره برای اینکه مال از ما زیاد شود. سخاوت کاملا درست است. بنابراین زیادی ممکنه از راه های مختلف به انسان برسه که خب بسیاری از مواقع موفقیت ها و این زیادی هایی که در زندگی شامل حال ما میشه ما شاید خبر نداشته باشیم که این پاداش و بخششی است که ما انجام دادیم. و در آیه قرآن هم داریم که خداوند ربا را کم میکنه، برش نمیافزاید، ولی بر صدقات میافزاید. خب این نشان میده که این زیادی و این رشد ملاحظه شده در صدقه و انفاق برای شخص. و امام صادق علیه السلام هم روایتی دارند میفرمایند که هر چیزی کلیدی داره، کلید روزی هم صدقه است. بنابراین اگر بخواهیم طبق فرمایش حضرت روزی های بسیار بیشتری سمت ما جلب شوند، بنابراین از صدقه و انفاق کردن نباید غافل شویم. که خب الحمدلله در این رابطه روایت ها فکر میکنم افراد مختلف شنیده باشد در رابطه با اهمیت صدقه دادن، اهمیت انفاق کردن، بحث های بسیار متعدد است که همه هموطنان ما این بحث ها شنیدن میدانن و اهمیت بسیاری هم میدن. درست خواهم دکتر، یک روایت بسیار زیبا، روایت بیشتر به این معنی که یک سخن بسیار زیبا از عرفا را ما شنیدیم که میگن که عرفا میگن که شما رقم که میخوای که خداوند با تو برخورد کنه و رفتار داشته باشه، تو خداوند را با همو اسم صدا بزن یا با دیگه افراد همو رقم رفتار بکن. اگر که میخوای که خداوند با تو مهربان باشه همیشه بگوی که یا لطیف. وقتی که یا لطیف میگی خداوند را به اسم محبتش صدا میزنی و در نتیجه بر روی تاثیر میذاره، با دیگران هم با همین لطافت برخورد میکنی، خداوند با تو با لطافت و از در لطف و رحمت برخورد میکنه. اگر یا رزاق یا رازق بگویی خداوند امی رقم با تو برخورد میکنه. فکر میکنم یک رازش همین باشه که وقتی که ما انسانهای بخشنده هستیم انگار که داریم خداوند را به اسم رازق با اسم بخشندگی صدا میزنیم.
وقتی که خداوند رو با یه اسم صدا میزنیم، در رفتار خودمون نشان میدیم، خداوند هم از همی در و از همی نگاه با ما برخورد میکنه و رزق و روزی رو افزایش میده بر از ما. کاملا درست است در قسمت. بنابراین ما اگر میخوایم از محدودیت ها عبور کنیم و به سمت فزونی، وفور، رشد حرکت کنیم، میتونیم از بخشش استفاده کنیم. بخشش ابزار بسیار مناسب است برای قسمت. اثر اول پس وفور و زیادی شد. اثر دوم آرامش و شادی. انسان وقتی بخشش میکنه آرامش پیدا میکنه، یعنی روحش از این بخشش کردن یک تأثیر میپذیره. بنابراین ما با بخشش کردن علاوه بر این که از نظر مادی تأثیر میگذاریم، تأثیر معنوی هم داره. نمونش برای خودمان این که باعث آرامش و شادی در انسان میشه. هنگام که انسان کار میکنه، کمکی میکنه، بخشش میکنه، او حالت شادی و او حالت آرامش در انسان به وجود میاد که خب یک تشویق میشه که باز بیشتر انجام بده و همینطور الگویی میشه برای بقیه افراد. بله، بله. الان مثلا خانم دکتر، ببخشید در کلام شما میگم، امی افرادی که در کشورهای خارجی هستن ممکن اصلا ایمان هم نداشته باشن، مؤمن به هیچ خداوندی هم نباشه، اعتقاد به هیچ دینی نداشته باشه، ماتریالیست باشن، اما در امی شرکت میکنه در کارهایی که نیاز به بخشش داره، کمک میکنه به فقرا، کمک میکنه در نهادها و ارگانهایی که مصروف این مسئله هستند، شراکت انجام میده، ممکن که حتی مال بسیار زیادی رو هم بخشش بکنه. خب اینها که قطعا اعتقادی به این آثار معنوی که شما برمیشمورین برای بخشش که ندارن، اما همین احساس رضایت درونی و احساس شادی و آرامش خاطری که از بخشیدن مال برایشان دست میده، اینا را وامی داره که نمی کار خودم ادامه بده، انجام بده. واقعا تشویق میشه انسان وقتی این حس را پیدا میکنه، حس آرامش، باعث میشه این کار دوباره تکرار شود. و داستانی هم داریم که شخصی به دیدار امام رضا علیه السلام میه و میبینن که حضرت شادمان هستند، میپرسن علت ای شادی را و حضرت جواب میدن به این فرد که روزی واقعا سزاوار شادی است، یعنی انسان زمانی سزاوار و شایسته است که شاد باشه که انسان بتونه صدقه بده، بتونه دیگران را خوشحال کنه و ای که خانواده فقرا را مسرور و شاد بکنه. این در واقع شادی اصیل و شادی اصلی ما گره خورده است طبق فرمایش حضرت به شادی و باز کردن گره از مشکلات دیگران. و واقعا وقتی انسان کار رو انجام میده، واقعا وقتی به بخشش میکنه و انفاق میکنه، او رضایت، او اطمینان، او آرامش در انسان شکل میگیره و اصلا چه بسا ممکنه که انسان زندگی خود بتونه معنای زندگی خودش رو پیدا کنه، بفهمه که خب من برای این وجود آمدم که بتونم دیگران رو هم ببینم. و افراد زیادی هم بودن که در زندگی دچار مشکلات فراوان بودن، دچار افسردگی ها شدن، ولی دیدیم در حلقه قرار گرفتن که به شکلی به افراد کمک میکردن، امیدواری پیدا کردن، چون تانستن معنای زندگی خودشان را پیدا کنن و از این طریق به دیگران کمک کنن. افراد و مصادیق بسیار زیادی ما داریم در این قسمت که افراد بعد از یک افسردگی، بعد از یک حالت روانی بدی که داشتن، تانستن با کمک کردن به دیگران و ای آرامش، ای شادی درونی خودشان را نجات بدن و در عین حال به دیگران هم کمک بله، بکنن. بله. پس بنابراین آرامش و شادی یکی از اثرهاست و یکی دیگه از اثرها آشتی بین دلها، یا به عبارت میگم باعث نزدیک شدن دلها یا ارتباط بهتر بین افراد. ما میدونیم که خب همیشه برای ارتباطات وقت بخوایم بهتر شویم، معمولا میگن که به شخص هدیه‌ای بده. بله.
و بخششی بکنید. مشخصا با این هدیه دادن و بخشش کردن ارتباط بین افراد بهتر میشه. خب در این بخشش کردن وقت ارتباط بهتر شود، در سطح حال جامعه شما در نظر بگیرید، بین افراد غنی جامعه، بی نیاز جامعه و بین افراد فقیر اگر این بخشش کردن صورت بگیره، باز هم همین اتفاق میفتد، دلهای افراد به هم نزدیک میشه. افراد فقیر وقتی میبینن که افراد غنی و بی نیاز اموال بیشتری دارن، در جای بهتری زندگی میکنن، از امکانات بیشتری برخوردار هستن، وقتی این رو میبینن خب دچار یک حالت ممکن حسرتی در دلشان ایجاد شده. ولی اگر این رسم و رواج باشه بین افراد بی نیاز جامعه ما، گرچه که بی نیاز هستن ولی نشست و برخاست بیشتری با افراد نیازمند جامعه داشته باشن، بخشش بکنن، این فاصله و این حالت کمتر میشه بین هر دو طرف و خب شخص فقیر خودش را تنها دیگه حس نمی کنه. بله، و شما فرمودید خانم دکتر در برنامه گذشته که برای بخشنده بودن نیاز نیست که انسان همیشه بسیار غنی باشه، یعنی حتی ما انسان های عادی هم وقتی که بخشش میکنیم به هم دیگه کمک میکنیم، به یک نحوی به دیگری، به کسی که در همسایگی از ماست کمک میکنیم، خب این باعث نزدیکی دلها میشه قطعا. بله، نیاز نیست که حتما یک نفر فقیر و غنی با یک فاصله مالی بسیار زیاد وجود داشته باشه. خب پس بنابراین اگر نیازمندان را دستگیری کنیم، بی نیاز های جامعه وقت نیازمندان را دستگیری میکنه، علاوه بر این که پس نیازهای مالی ای افراد تأمین میشه، مشکل مالیشان حل میشه، باعث میشه که از نظر عاطفی هم ارتباط بسیار خوبی بین افراد نیازمند و بی نیاز شکل بگیره و این باز خودش منشأ آثار بسیاری است در جامعه، چون ما میبینیم که خیلی از خلافکاری ها، خیلی از کارهای خلاف و نادرست که صورت میگیره به خاطر ایست که اختلاف طبقاتی را بین افراد بی نیاز و نیازمند جامعه ما میبینیم و این اختلاف طبقاتی و یا این که خب افراد بی نیاز نتونستن خوب دلجویی کنند از افراد نیازمند جامعه. خانم دکتر، اختلاف طبقاتی که یاد ضروری یک اجتماع است، خب یک نفر خداوند روزی بیشتری برش فراهم میکنه یا اون نفر تلاش بیشتری کرده یا از پدرانش برش ارث رسیده، خب وضع مالش بهتر است، یک نفر دیگه ممکن که وضعش خراب باشه یا هوش اقتصادی خوبی نداشته باشه. به هر دلیلی ای که تفاوت وجود داشته باشه میان روزی مردم یک امر طبیعی و پذیرفته شده است. ولی خب مثلا اینجاست که افرادی که روزی های متفاوت دارن اگر دلهایشان به هم نزدیک باشه، او حس منفی و ناراحت کننده که ممکنه برای طبقه فقیر ایجاد شوه نسبت به طبقه غنی خب وجود نخواهد داشت. خانم دکتر اگر اجازه بدن یک میان برنامه رو ببینیم، باز در خدمت شما باشیم. بسیار تشکر از شما. بینندگان عزیز و محترم ما، شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 پول ارتباط ما و شماست و شما بزرگواران میتونید که از طریق واتساپ با همکاران از ما در ارتباط شوید. همین الان هم میتونید که اگر کدام سوال در مورد موضوع برنامه از خانم دکتر بزرگوار دارید یا ای که کدام پیشنهاد یا انتقاد دارید و یا کدام موضوع برای شما جذابیت داره میخواید که کارشناسان برنامه روشن و با او موضوع بیشتر پرداخت داشته باشن، میتونید که برای امکان از ما روان بکنید نظرات خودتان را. همچنان ما در فضای مجازی هم حضور داریم، در واتساپ، اینستاگرام، توییتر، تلگرام، فیسبوک و دیگه فضاهای مجازی هم میتونید که برنامه خودتان، برنامه زنده و مستقیم روشنا را ببینید. همین الان هم از طریق پخش زنده فیسبوک میتونید که برنامه ما را دنبال بکنید و اگر کدام نظری دارید از طریق فیسبوک برای ما کامنت بکنید. یک میان برنامه کوتاه را میبینم، باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
خداوندا، زندگی سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر و سوی فکر دیگر پرواز می کند. در میان چنین هیاهویی شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن می گوید دشوار است. خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روزمره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کند. چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای تو را که پر از لطف و زیبایی است و چشم دل مشاهده کنم. مهربانا، هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من. جز تو چه جوییم و جز تو که را خوانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ. تو برایم امید محضی، هر نفسی که می کشم در انتظار نفس بعدی می مانم، یعنی به تو امید دارم. خداوندا، لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راه من تنها مگذار، که یک لحظه بی تو ویرانی دنیایی است. ای همدم و مونس کسی که همدم ندارد، لحظه های من را با یادت بخیر کن یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و دوستان و محترمان، شما خوبان بیننده برنامه زنده و مستقیم روشن از شبکه جهانی هادی تیوی دری استید و ما همچنان در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر خاوری هستیم. خانم دکتر خاوری، بحث در باب آثار بخشش است و شما برای از ما و بینندگان از ما آثاری که ممکنه که بخشش در اجتماع و برای خود فرد داشته باشه را بیان میکردین و یکی از آثاری که فرمودین که بسیار مهم است است که فقیر و غنی، افراد مختلف جامعه، دلهایشون به هم نزدیک میشه، احساس همدلی میکنن. بیشتر توضیح بدن. بنابراین در بحث آثار بخشش سوم مورد که اشاره شد، نزدیکی دلها بین افراد نیازمند و بی نیاز جامعه است. افراد نیازمند وقتی افراد که غنی هستند را میبینند، خب این فاصله طبقاتی را میفهمند و خب ما ناگزیر هستیم در این که این تفاوت ها حتما وجود داره در اجتماع بین افراد، ولی خود افراد غنی میتونن این تفاوت ها را کم کنند. این کم کردن تفاوت ها به وسیله بخشش، انفاق کردن ممکنه. و وقتی انفاق میکنه شخص، علاوه بر اینکه مشکل مادی و مالی شخص را حل میکنه، یک مشکل و گره عاطفی که بین جامعه ممکنه بین افراد غنی و افراد نیازمند وجود داشته باشه که ممکن منشأ بسیاری از کارهای خلاف هم شوه. بله. افراد نیازمند ممکنه ببینن که اینها اموال بسیاری دارن، ولی خب به هیچ عنوان از این اموال بقیه افراد نمیدن. ممکنه که خب کارهایی انجام بدن که خب این اموال را از دست افراد بگیرن به خاطر او حسی که در اینها به وجود میاد. بله، این در بسیاری از موارد خواهم دکتر، اگر که برخی از افراد ممکن که دست به دزدی اموال دیگران بزنند و اینها، فقر عامل بسیار تعیین کننده نیست، چون که بسیاری از افراد فقیر هستن ولی به خودشون هیچ وقت جرأت و جسارت کار نمیدن. اما امی اختلافی و دوری دلها وقتی وجود داشته باشه، کم کم
برای فرد ممکن تأثیر گذار شود و همطور که شما فرمودید او احساس بکنه که چرا این به دیگران کمک نمیکنه، پس من حق دارم که از مالی برای خودم بردارم. اما مسئله روحی و روانی است که باعث میشه فرد دست به کار بزنه. کاملا درست است. در انگیزه افرادی که دزدی میکنن سوال میکنیم، خب ممکنه که فقر خیلی تأثیر کمی داشته باشه در انگیزه افراد، بیشتر او حس دشمنی و که بین افراد وجود داره ممکنه منجر به قضیه بشه. این بحث هم وجود داره. اگر نه کل مردم فقیر همه خدای نکرده دوز میبودن که نیستن، انسان های بسیار شریفی بین مردم فقیر وجود دارند. کاملا درست است. یکی دیگه از آثار بخشش کردن سلامتی و عافیت است. ما میدانیم که بین روح و جسم ارتباط کاملا مستقیم برقرار است. وقتی که انسان از نظر روحی خودش را آراسته بکنه به این صفت، خب جسمش هم تأثیر میپذیره از این خوبی، از این خیر. و خب روایات بسیار زیادی هم داریم در این رابطه، مثلا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داریم که اگر میخواهی که بدن صحت و عافیت داشته باشه صدقه بده. و این هم خب کاملا رواج داره بین هموطنان ما، صدقه دادن و ارتباطش با سلامتی. و ما داستان‌های بسیار زیادی داریم که افرادی بودند که خب مثلا موقع بیرون شدن از خانه صدقه دادن و با اتفاقات بسیار ناگوار روبرو شدن و این اتفاقات به نوعی و به شکل بسیار عجیب از این افراد دور شده و خب کمترین صدمه یا اصلا صدمه‌ای بهشون نرسیده. یکی دیگه از آثار بخشش، یکی باعث میشه در انسان کاهش حب به اموال دنیا پیدا شود. این خودش بسیار مهمه. ای که من مال داشته باشم و از نعمتهای مادی و دنیایی برخوردار باشم، خب این بسیار خوب است و انسان باید شاکر خداوند متعال باشه. ولی او تعلق خاطر و وابستگی که به هیچ عنوان و به هیچ قیمتی نباید من این مال را دست بدم، این دیگه صفت خوبی نیست و انسان با بخشش کردن میتونه این را تمرین بکنه. و اصلا به عبارتی ما میتونیم بگیم که بخشش کردن یک مهارت است. بله. که این مهارت با تمرین کردن به دست میاد و از جمله آثارش هم ایست که ما تعلق به دنیا و اموال دنیوی ما کمتر میشه. بله خانم دکتر، بله ببخشید در کلام شما. من فرمودید که شما فرمودید را گفتید، من به یاد ای افتادم که الان یک مکتبی در دنیا وجود داره به نام مکتب فنگشویی که در این مکتب میگه که شما مالی که در خانه خودتون دارید، کالایی که در خانه خودتون دارید، لوازمی که در خانه خودتون دارید، چرا اینقدر دور هم جمع میکنید؟ هی میخرید میخرید میخرید، در خانه میمونید میخرید میمونید و خانه شما شبیه یک بازار شده. بیایید خانه خود خالی کنید از چیزا، تعلقات خودتان را کم بکنید. یک خانه خالی بسیار بهتر است از خانه‌ای که شلوغ باشه، پر باشه از وسایلی که بخیر شاید شما اصلا فرصت نکنید که او وسیله را استفاده بکنید. یک نفر 100 جوره کالا داره، خب شاید فرصت در زندگی انسان فرصت پیدا نشونه که 100 جوره کالا را همه را استفاده بکنه. ولی متاسفانه یک حس درونی در انسان وجود داره، میخواد که همیشه اما چیزی که هست امور در خانه خود داشته باشه، در کنار خود داشته باشه، دلش جام خیال آسوده میشه وقتی که امور داره گرچه که استفاده هم نکنه. اما مکتب فنگشوی که الان در برخی از کشورها رواج پیدا کرده، ایره میگه که سعی کنید به دیگران بدهید، یا بیشتر فنگشوی میگه که از خانه خود به هر نحوی خارج کنید، بندازید دور و در مثلا در شهرداری بدید. نمیگه که به دیگران اعطا بکنید، ولی ما همین مکتب را اگر که با اسلام جمع بکنیم، ما میتونیم به دیگران اعطا بکنیم همون چیزی که داریم. چرا دور بندازیم؟ چرا جمع بکنیم و در خانه بمانیم؟ سعی کنیم که چیزهایی که داریم رو به دیگران اعطا بکنیم که از هر لحاظ برای از ما منفعت و سود داره، هم منفعت مادی هم. که شما فرمودید منفعت معنوی که روح انسان آسوده میشه و منفعت دیگه که خداوند متعال وعده کرده از ما. کاملا درست. در فنگ شوی همینطور که شما فرمودید
میگن که شما با کم کردن لوازم غیر ضروری میتونید انرژی های مثبت را به خودتان جلب بکنید، و همینطور که فرمودید نمیگن که اعطا بکنید و ببخشید به دیگران، ولی در مکتب اسلام به طور کامل همین را میفرماین و توسط ائمه اهل بیت و بزرگان ما که شما بخشش بکنید و او انرژی مثبتی که گفته میشه، شاید همین سلامتی که در انسان به وجود میاد، همین آثار مثبتی که در انسان و در زندگیش در خانواده در جامعه به وجود میآید، میشه بگیم که به شکل بسیار کامل تر وجود داره و مضاعف میشه. و ما خب انرژی مثبت رو این به این شکل بزرگان ما معنا کردن که چه اتفاقی میفته وقتی شما بخشش میکنید. و بهتر از همه ای که خب شما میدهید به شخص دیگری، که خب او شخص میتونه از او وسیله‌ای که شما نیاز ندارید و استفاده نمیکنید، او شخص استفاده میکنه و ممکنه بسیار برایش ضروری باشه، یکی از لوازم های ضروری زندگیش باشه، ولی خب ما استفاده نمیکنیم. یکی دیگه از اثرات این بخشندگی دفع مرگ های ناگهانی است. خب بعضی مواقع برای انسان ممکنه که این بحث پیش بیاد که خب انسان به وسیله حوادث ناگوار و ناگهانی خب دچار صدمه بشه و فوت کنه، ولی بعضی از این مرگ ها که به اذن خداوند متعال میشه با بخشش کردن، صدقه دادن و انفاق کردن جلو این نوع مرگ ها را بگیریم، که امام صادق علیه السلام هم می فرمایند که صدقه باعث طولانی شدن عمر انسان میشه و 70 مرگ شوم و ناگهانی را از شخص دفع میکنه. بنابراین خب اثر بسیار خوبی است در این رابطه که انسان میتونه مرگ ناگهانی، که خب یکی از مرگ های بسیار ناگوار است که خب برای خود هم برای خود شخص و هم خانوادش بدون هیچ آمادگی عزیز انسان دست برای خود خیلی سخت است، بسیار سخت است. ممکن حالا خانواده و اطرافیان دچار مشکلات روحی شوند، خب میشه البته خب گفتیم که بعضی از مرگ هایی که قابل تغییر هستن و به اذن خداوند متعال میشه با بخشش کردن، صدقه و انفاق جلوی این مرگ ها را بگیریم. بله. و از جمله آثار بخشش استجابت دعاست. بنابراین اگر بخواهیم دعاهای ما مستجاب شوند، باید انسان بخشنده باشیم. بنابراین ارتباط است بین بخشندگی و استجابت دعا. و روایات زیادی داریم که مضمون روایت است که اگر شخص را سیر کنه یا سیراب بکنه و بهش کمک بکنه، باعث میشه که دعایش مستجاب شوه. نه به همین خاطر باشه که مثلا ما در زیارت که مورم اکثرا یک صندوق و صدقات در زیارت است، یا ای که در خود نمون زیارت یک جایی هست برای که مردم اگر صدقه دارند را امور در زیارت قرار بدن، به خاطر همین ارتباطی که وجود داره ایتو. انسان به زیارت مورم معمولا یک خواسته های از خداوند مهربان داره، وقتی که خواسته ها را با بخشش خودش همراه میکنه، شانس و احتمالی که خداوند مهربان از در حکمت خودش صلاح ببینم و این دعای از ما اجابت شده بیشتر میشه. و از همه مهمتر راحتی در زندگی است. شما میبینید حتما مرتبط هستید هم با افراد سخاوتمند و اهل بخشش و هم افرادی که بخیل هستند. خب افراد سخاوتمند بسیار راحتند، افرادی هستند که خب سخت نمیگیرن، اگر به وسیله یه چیزی شخص نیاز داشته باشه به راحتی میتونن بدن. اما شخص بخیل شخصی است که خب بسیار به اموال دنیا و خب نسبت به کمک کردن و بخشش کردن بسیار سفت و سخت‌تر هستن. خب این افراد باید چی؟ خیلی نگران هستن که خب من این مال رو از دست ندم، چگونه مراقب این مال باشم. به هر حال دل مشغولیای از این نوع برش به وجود میاد، ولی شخص سخاوتمند معمولا انسان‌های راحتی هستند در زندگی. من خودم
روبرو بودم با این افراد، افرادی که سخاوتمند بودن و بسیار راحت زندگی میکردن. چون بالاخره همون هم یک دل مشغول است، اما که بدم این مال را به دیگری ندم یا چرا قمی را حفظ بکنم، ذهن انسان درگیر میشه. خب وقت ذهن درگیر میشه دیگه ممکن کارهای دیگه که در زندگی بخواهی که انجام بده به خاطر او درگیری ممکن حواسش نباشه یا مشکلی پیش بیاید. وقتی ذهن آسوده آرام با یک روان آرام انسان وارد زندگی شد بخواهی تصمیم گیری بکنه، خب قطعا آثار و نتایج بهتری خواهد داشت. خانم دکتر اگر در حد 3 دقیقه یا نهایتاً 4 دقیقه یک جمع‌بندی بفرمایید تشکر می‌کنم. یکی دیگه از آثار بخشندگی محبوبیت نزد خداوند متعال است و این کم نیست که انسان محبوب خداوند باشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام سفارش میکند که ای علی با سخاوت و بخشنده باش که همانا خداوند متعال هر شخص سخاوتمندی را دوست دارد. سفارش پیامبر ما به حضرت علی علیه السلام است که سخاوتمندی است که باعث محبوبیت انسان نزد خداوند متعال میشه. و همینطور باز روایت دیگری داریم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که ایشان میفرمایند شخص بخشنده در آسمان در بین ما و نزد خداوند محبوبه و بخیل در آسمان ها و نزد خداوند مبغوض است. بنابراین خب این ما با بخشندگی می توانیم خودمان را مورد محبت و محبوبیت خداوند متعال قرار بدیم. بله و چه خانم دکتر چه مرتبه بالاتر از این مرتبه که انسان محبوب خداوند باشه. و علاوه بر این عمر طولانی هم در سخنان بزرگان آمده که عمر طولانی هم ارتباط داره با بخشش کردن و روایات بسیار متعددی داریم در این زمینه که نیکی کردن، احسان کردن، انفاق و صدقه باعث عمر طولانی در افراد میشه. شاید علاوه بر اینکه حالا خواست خداوند است که انسان‌های بخشنده عمر طولانی داشته باشن، قطعا همین آثاری که شما فرمودید مثلا انسان روان آرام داشته باشه، خود روان آرام باعث میشم تو شما فهمیدین روح و روان بر جسم تاثیر گذاره، جسم آسوده داشته باشه، جسم سالم داشته باشه و این تاثیر میذاره برای که فرد عمر طولانی داشته باشه. کاملا درسته، هم ارتباط بین جسم و روح که دیگه کاملا یک اصل پذیرفته شده است و قبول دارن که خب ممکنه افراد اگر از نظر روحی دچار مشکلاتی باشه مطمئنا آسیب بر بدنش هم وارد میشه. و در جمع‌بندی با عنوان آخرین جلسه در رابطه با بحث بخشش ایست که بخشش کردن یک مهارت است. بله. انسان میتونه به این مهارت با تمرین و برنامه ریزی بهش برسه و آثار بسیار ارزنده‌ای برای فرد و برای اجتماع داره. بنابراین با خودمون تصمیم بگیریم که انشاءالله برنامه ریزی کنیم، شخص بخشنده باشیم و نیاز نیست اصلا اموال فراوانی داشته باشیم. هر کداممون در هر جایی که هستیم و هر میزان از اموال و دارایی‌های دنیوی برخوردار هستیم میتونیم انسان بخشنده باشیم. درست است، بسیار تشکر شما. ولی خب فراموش نکنیم امی اصل تدریج را که به مرور زمان انسان ها تغییر پیدا میکنن. تشکر از شما خانم دکتر، بسیار استفاده کردیم. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان برنامه زنده و مستقیم روشنا بودید. برای شما عزیزان صحت و سلامت آرزو میکنم. عزیزان شماره تماس مثبت 964-780-255-413 را هم فراموش نمیکنید. میتونید که از طریق واتساپ با همکاران از ما در ارتباط شوید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتان را برای از ما بمانید. بسیار بسیار خوشحال میشیم. و لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر زیبای کابل هم نزدیک میشیم. عزیزان و بزرگواران ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. به همراه کارشناس محترم برنامه خانم دکتر خاوری بزرگوار از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید. صلوات الله سلام الله.